قیصر کجایی مردم و کشتن این شعار یک بیان خلاق نوستالژی در سیاست ایران است نوستالژی چیست و چه نقشی در سیاست امروز ایران بازی می کند؟ پیش از شروع این بحث برای آنها که ندیدند یا در خاطر ندارند دیدن لحظاتی از فیلم بیاد قیصر مفید و مفرح است لحظاتی که به شعار نوستالژی که قیصر کجایی مردم و کشتن الهام داد قیصر کجایی که این شعار زمانی داده شد که دوستداران ناصر ملک مطیعی پیکر او را در خیابانهای تهران تشییع کردند در این مراسم خاطری شیرین بازی های ناصر ملک مطیعی و همزمان غم از دست دادن او یک فضای نوستالژیک ایجاد کرد و به دلیل تحریم او در سینما و سیمای جمهوری اسلامی این نسلجی به سرعت سیاسی شد و خود را در شعار گفته شده نشان داد نسلجی حس و خاطره پرتناقض است چرا که غم از دست دادن چیزی را با شادی ناشی از تصور ماندگاری اون چیز در درون ما میآمیزد و به این ترتیب معجونی ایجاد می کند که در آن غم و شادی از هم قابل تمیز و تشخیص نیستند نستلجی غالبا در حوزه روانشناسی فرد به کار می روید، اما نگاهی به تحولات ایران نشان می دهد به چه عرصه مهمی برای بیان احساسات و عقاید عمومی بدل شده اما نسلجی در سیاست ایران چگونه کار دارد؟ آیا آرزومندی اون چه که در گذشته بوده و خاطره شیرین ایجاد می کند؟ سکوی مناسبی برای طرح خواسته های آزادی خواهانه و ادالت طلبانه هست؟ این موضوع را با مهمان این هفته در میان می‌گذاریم. عرفان ثابتی پژوهشگر مطالعات اجتماعی میگوید نوستالژی سکوی مناسبی برای سیاست عوام است و بر مبنای یک گذشته موهوم بنا می شود اما فرهاد گوهردانی اقتصادانی که در زمینه توسعه و فرهنگ هم قلم میزند اعتقاد دارد نوستالژی میتواند تلاشی برای حفظ عناصر هویتی گذشته باشد و بر این مبنا زمینه سیاست مدارا را فراهم بیاورد خیلی خوش آمدید آقای ثابتی شاید بهتر باشه از این شروع کنیم که نوستالژی خود این لفظ از کجا اومده و به چه مفهومی اطلاق شده خیلی ممنون این لفظ یک لفظ متعلق به دوران مدرن هست در اواخر قرن 17 هم، سال 1688 توسط یک پزشک سوئیسی وضع شده به دلیل اینکه دیدند سربازان سوئیسی که به بیرون از سوئیس میرن برای جنگ به جاهای دیگه میجنگند دوچار اندوه و اضطراب و بیخوابی و به هم خوردن عادات غذایی و تشنگی و همه اینها و در نهایت ضعف جسمانی میشن و همش در فکر بازگشت به وطن هستند و لفظ کلمه که ایشون وضع کرد به معنی درد ناشی از میل بازگشت به میهنه غم قربت, قربت در اصل و این نظری بود که پزشکان در قرن نوز... داشتند تا حتی قرن 19 و فقط دنبال این بوده که جایی رو در مغز پیدا بکنن یعنی این رو یک بیماری میدونستن این بیماری رو درمان کنن. تا قرن بیستم که روانشناسی اوج گرفت و رشد کرد به... چون و نتونستن در مغز جایی رو پیدا بکنن از هیته بیماری های جسمانی منتقل شد به بیماری روانی روانشناس های قرن قرنمیس اینو تعریف کردن به عنوان درد ناشی از جدا شدن کودک از مادر و درد ناشی از تفرد فردیت یافتن که انسان جدا میشه و دوست داره دوباره به پیوند با مادر یا به مرحله جنینی برگرده. دوباره همچنان بنابراین بیماری بود اما بیماری جسمانی نبود بیماری روانی بود تا به تدریج افتاد به دست روانکاوها روانکاوها به تدریج آمدن دیدن که گاهی در درمان تروما آسیب روحی و بی... کسانی که دچار زوال حافظه و زوال مغزی میشن اتفاقا نقش مثبت بازی میکنه به اونها حفظ هویت میده ولی همچنان هم بیشتر جنبه منفی داشت تا واقعا اواخر قرن بیستم خیلی نستالجی خارج از هیته بیماری بررسی نشده در اواخر قرن بیستم روانشناسانی که توی هیته بازاریابی کار میکنن و تبلیغات متوجه شدند که مردان و زنان به موسیقی ها، خاننده ها، هنرپیشه ها و فیلم هایی که در دوران تینیجری مثلا 13 14 سالگی تا اواخر دهه 20 20 تا 28 سالگیشون محبوب بوده این حس خوشایندی رو براشون تداعی میکنه حتی میتونن با محصولاتی رو با ارجاع به اون گذشته تولید بکنن که خانه خریدار داشته باشن مثلا کمپانی فورد آمد ماشین مستانگو که خیلی بین مرد البته محبوب بوده رو چند چند سال پیش گفت به مناسبت پنجاه و سالش یک ورژن جد... نسخه جدیدی از همون مدل کلاسیک و خیلی بود هم که پرفروش از اینجا به بعد بود که نوستالژی شد ابزار ابزار و جنبه مثبت سعی کردن یا مثلا در سینما میبینیم که هی فیلم هایی میسازن که راجع به یک دوره خاصی از گذشته است که برای یه طبقه سنی خاصی جذابیت داره یا اگه فیلم ده در دهه میلادی محبوب بود الان می می یا پیش بلد. از اون رو گفت از اینجا از حوزه روانشناسی فرد به حوزه روانشناسی اقتصادی بیشتره. آقای گوهردانی کی رشد میکنه در چه شرایطی رشد میکنه چون بنیان نوستالجی همینجوری های ثابتی گفتن و شما هم بهش اشاره کردید همین مفهوم درد و رجعت هست ولی این برمیگرده به شکافی که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب هست این شکاف هم برمیگرده به متناهی بودن انسان بنابراین به نظر من برمیگرده نهایتا به اینکه انسان چه در بعد فردی و در بعد اجتماعی قادر به کنترل زمان و مکان نیست و, و زمان همیشه بر وفق مرادش نمیگرده بله. بنابراین این متناهی بودن باعث می و خود متناهی بودن هم برمیگرده به اینکه ما وارد زبان شدیم و شکاف افتاده حبود کردیم از همبستگی و عینیت با هستی و یعنی این زبان میشه واسطه ما با جهان دقیقا با این, دقیقا دقیقا. این بل. رابطه بلا واسطه ما شکسته شده بل. و این حبوط باعث باعث شده که ما این گسست ایجاد بشه در هویت و وجود انسان گوفاست گسست وجودی و, و این گسست وجودی بعدا تبدیل میشه به روانشناختی و سیاسی بره. و این یک بیان فلسفی قضیه است در حوزه سیاست نوستالژی کی رشد میکنه به سر مناسب رشد نوستالژی در سیاست چیه بره. این برمیگرده به بحران ها و عدم تعادل های اجتماعی سیاسی اقتصادی که در جوامع رخ میده و وقتی مثلا جامعه در سال 2008 مثلا در غرب بحران اقتصادی رخ داد سال 2011 رو سی این این سال نوستالژی اعلام کرد امه. چرا؟ و اینکه بحران چنان شدید بود و ورشکستگی‌ها ها و بیکاری های متناسب با اون چنان جامعه رو تکان داد که همه برگشتن به وضع مطلوب که وضع پیش از بحران بود دلست. و بنابراین اون دوران رو یاد کردن و از این جهت هست که تبدیل میشه به یک به یک نیروی بسیار قوی سیاسی چون که یه میان وضعیت موجود رو مقصرهای بهش معرفی میکنن و میگن وضعیت پیش از وضعیت وز... موجود که وضعیت ایدئال بود و درش بیکاری نبود بحران نبود اون وضعیت با سیاستهای دیگه ما باید رجعت کنیم به اون وضعیت حالا سوال اصلی آقای ثابتی کارکرد سیاسی نوستالژی از نظر شما زمینه سیاست فریبانه رو فراهم میاره چرا؟ چرا فکر میکنی نوستالژی میتونه یک ابزاری در خدمت سیاست عوام فریبانه باشه؟ فکر فکر میکنم که اگه همین مثالی که آقای دکتر زدن رو استفاده بکنیم مثال بحران اقتصادی سال 2008 میبینیم که باعث شده که اون بحران سبب شد که کشورهایی که دارای اقتصاد قوی تری بودن گفتن میخوایم همبستگی نشون بدیم با کشورهایی که اقتصاد ضعیف دارند و به اونها کمک بکنیم اما در ازاش اونها هم باید تن به اقتصاد ریاضتی بدن هم گروهی که این کمک ها رو دریافت اون کشورها ناراحت شدند گفتن برای چی ما باید تن به ریاضت بدیم هم اهالی کشورهایی که کمک می‌کردن گفتن ما برای چی باید جور بار کوتاهی و تقصیر اونها رو بگردن یعنی هم ملت یونان ناراضی بود هم ملت آلمان آلمان دقیقا و به همین دلیله که شما می‌بینید احساسات ملی گرایانه تقویت شده یعنی مرزهای ملی رو پررنگ‌تر بکنیم و اتحادیه اروپا رو دستش رو از هیته زندگیمون کوتاه بکنیم یکی از دلایل اصلی شاید که برگزیت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای همین بود که نسل قدیمیتر مسن‌ترها کاملا معلوم بود در انتخابات آمارش که بیشتر اونها را استقبال کردن به خروج اینها یک خیالی دارن که قبل از 1970 ما اوضاع بهتری داشتیم دستور اکتی که آماری که اداره ملی آمار بریتانیا منتشر کرده نشون میده مثلا مصرف مواد مخدر در بین جوان و جوانان و جوان مصرف سیگار مصرف الکل بارداری های ناخواسته اینا همش بین 20 تا 40 درصد کاهش پیدا کرده یعنی توهمی هست که آفریده میشه من میخوام بگم که اون گسسته در زندگی همونطور که کسی که در زندگی شخصیش مثلا اگه طلاق میگیره فرزندش یا همسرش میمیره سعی میکنه برای که به خودش بقبولونه که زندگیش بی نبوده و با ارزش بوده سعی میکنه به دامان گذشته خاطره خوشی که از گذشته داشته پناه ببره در اجتماع هم همین هست ولی تفاوت این هست که ه... یعنی در اونجا هم شما وقتی به گذشته دور برمیگردید انتضاعی دارید فکر میکنید نه انزمامی من اگه قرار باشه فردا اگه یادم بیفته که دو ماراتون دویدم دو سال پیش من فقط یادمه که چقدر سخت بود و خوشحال میشم که یادم میفته که بلرقم سختیش تمومش کردم اما اگه دیروز دویده باشم یادم هست که کجا پام درد گرفت کجا خیلی تشنه شده بودم کجا داشتم از پا میافتادم یعنی ما خاطری که از گذشته نزدیکمون داریم خیلی انزمامی تره حتی به آینده هم اگه میخوام برنامه ریزی کنم مثلا برای همین دو ماراتون اگه دو سال دیگه میخوام بدوهم من فقط میدونم که باید آمادگی جسمانی داشته باشم و کار سختی اما قراره یه ماه دیگه دو ماه دیگه بدوم از الان میخوام میدونم که تو چه مسیری باید با چه سرعتی بله اما حالا که در حوزه فردی در این مرحله صحبت میکنید مثال ماراتون رو میزنید خیلی از روانشناسان میگن به خاطر آوردن اون ماراتون اتفاقا به شما عبارت خیلی سادهش اینه که گرمی میده یعنی این حس رو به شما میده که شما هم کسی بودید که میدویدید حتی ماراتون رو میدویدید به این ترتیب زندگیتون معنیدار بوده و این به اون بسلا روایتی که از خودتون دارید کمک میکنه برای اینکه تداوم ایجاد میکنه در روایتی که از خودتون دارید من بگم در روانشناسای اجتماعی نشون دادن که در اکثر موارد نه در همه موارد چون این رشته جدیدیه 20 سال تقریبا تحقیق میکنن راجع به این روانشناسا در تا زمانی که در زمینه فرد صحبت میکنیم کار که ساز و کار دفاعی که در اکثر موارد نه همه موارد نتیجه مثبت داره حس خوشایند و التیام داره ولی وقتی... اما در اجتماع وقتی شما این رو میبرید کاملا کار کرده معکوسی داره چون درست در تقابل قرار میگیره با آرمانخواهی و آرمانگرایی میگن قرن بیستم با آرمان شهر شروع شد و با نوستالژی تموم شد چرا چون نتیجه شکست های پیاپی که در قرن کسی که رو دیده هیروشیما رو دیده کلیما رو دیده و این همه بحران رو دیده دیگه احساس نمیکنه که آینده محل امید بستنه میگه اگر آینده گذشته ما تبدیل شد به حال فجیع ما... ما, پس برگردیم به همون گذشته و نذاریم پیش بره به سمت آینده به همون مثال قیصر کجای مردم رو کشتن برگردیم به قول شما بهتر انزمامی صحبت کنیم تا انتظائی در این حالت انزمامی در شرایطی که ما بستر سیاسی ایران رو میبینیم چرا فکر میکنید قیصر مردم رو کشتن میتونه زمینه سیاست عوام فریبانه باشه برای اینکه به حال به مردم میگه که یا مردم در اونجا به خودشون میگن که ما هم مردمی بودیم ما هم چنین هنرمندایی داشتیم علی اینکه اینا تحریم شدن توسط سیمای جمهوری اسلامی در سینما نبودن اصولا انقلاب همیشه بعدش به نوستالژی ختم میشد انقلاب فرانسه وقتی رخ داد خود انقلاب فرانسه محصول و فرزند رژیم کوهن بود اما به دلیل سرخوردگی هایی که تولید کرد سبب شد که دی زیادی از مردم دوباره به هوای اون رژیم کوهن بیفتن یعنی خود این انقلاب فرانسه رژیم پیش از خودش رو دوباره بازتولید کرد همونطور که در کشورهای کمونیستی سابق از آلبانی بگیرید تا کوبا و سربستان و گرجستان و استانی همه جا یک کتاب خیلی خوبی فقط همین یکی رو سعی میکنم اسم ببرم یک به اسم های رقصان منتشر شده اخیرا ویتول ژابلوفسکی که مثل ریشارد کاپوشینسکی خیلی قشنگ زندگی داستان عادی نشون میده که چطور برای این اهالی کشورهای کمونیستی سابق دوران سلطه کمونیسم عصر زرین ثبات و قدرت و امنیت نقطه بر... کلیدی به نظر... هستایی که بعد از, از کلیدی تو این صباته. انسان معاصر احساس میکنه چه ایرانی چه غیر ایرانی که بر هم خورده ثبات آیندهش دیگه جای مطمئنی کابوس آینده بسه. شما آقای گوهردانی از نگاه دیگه نوستالژی رو حتی در حوزه روانشناسی جمعی و در سیاست مثبت میدونید میگید مثلا شعار قیصر کجایی مردم رو کشتن در واقع آرزومندی عناصری از هویتی که وجودشون لازم میشه بست بدید اینو منظورتون چیه نکته اساسی اینه که ما در مورد پیدای اجتماعی باید وجودشون رو به رسمیت بشناسیم یعنی قبل از اینکه نقد بکنیم اونها رو دیدگاه نقدگرایانه داشته باشیم به می‌بینیم ببینیم که اون شرایط زمینه های ظهور و بروزشون چیه و اینها رو محصول توهمات افراد یا جوامع ندونیم که ایده فریب خوردن و یه نوع حداقل با پیشفرضی شروع کنیم که این پیشفرض یه نوع اقلانیت نهفته در رفتار عموم مردم وجود داره یا در رفتار نخبگان جامعه که برمیگه این رجعت رو انجام میدن بنابراین بحث اساسی اینه که ما دو نوع رو کرد داریم یه نوع رویکرد کرده تف... که داریم سعی میکنیم به فهم اون نکات و اقلانیت نهفته در رفتار رو کشف کنیم اصلا فهمیم که چرا مردمی که در اون تشی جنازه دقیقا. بودن، این شعار رو دادن, این شعار رو دادن. بله؟ و یا مثال هایی که آقای ثابتی دادن که چرا اون بازگشت به دوران در دوران انقلاب فرانسه فهم اون شعار رو به شما چی میگه بله, بله اون فهمی این ما یه سری کمبودها و نقصان هایی رو نشون میده در سیستم موجود حالا این سیستم یا مدرن باشه سیستم اسلامی باشه یا سیستم ایرانگرا باشه چون ما توی ایران بین این سفرهنگ هستیم و در دورانهای مختلف تاریخ ما یکی از این سفرهنگ غالب بودن و اون دو فرهنگ دیگر رو در حاشیه گذاشتن در دوره پهلوی مثلا ایرانگرایی بوده بنابراین ما اون زمان نستالژی ابوذر و علی و, و حسین و فاطمه و اینها در زبان شریعتی و در زبان مذهبیون کلا رشد کرده و مردم فوج فوج رفتن به سمت اون اه. چرا به اینکه در دوره پهلوی و وجه مذهبی یا به طور گزینشی ادغام میشد در پروژه ایران یا در حاشیه قرار می گرفت. و همینجور وجه مدرن مثلا کسی از حق نداشت از مارکس و لنین و اینا در نظام غرب صحبت ولی... کنه و الان تو چون در دوره اسلامگرایی هستیم ظهور دوره اسلامگرایی مترادف شد با سرکوب وجه فاخر و وجه آمیانه فرهنگ فارسی که در وجه آمیانه فرهنگ فارسی فیلم فارسی بود و ناصر ملک متی و اینها یعنی قیصر مردم کشتن بیا به دادمون برست در واقع آرزومنده ای عناصری از هویت ایرانیه من اینو به زبان اقتصادی بیان میکنم یه نوع شکافی بین عرضه و تقاضا وجود داره در اینجا یعنی مردم مردم عادی در ظرف 200 سال اخیر شما نگاه کنید ایرانی ها سبک زندگی عینشون درش هم ایرانیت وجود داره یعنی شما نوروز داری چهارشنبه سوری دارید هم اسلامیت وجود داره عاشورا تاسوعا دارید و تمام مراسم و مناثر و مناثر و صحبت از ائمه رو دارید و اسمشون و فلان و هم در مدرنیت غرق هستین بنابراین ایرانی ها به زبان حال و قالشون دارن به نخبگانشون میگن که ما یه ترکیبی از این ستا با هم دیگر میخوان ولی اون بعد عرضه همیشه یکی از این وجوه رو برتری میده به وجوه دیگه بنابراین هر نوع نستالژی در اصل بیان یک نوع شکاف بین عرضه و تقاضا است که این شکاف در دوره پهلوی به صورت ظهور شریعتی متجلی شد و حسینی ارشاد که پهلوی میخواست حسینی ارشاد استفاده کنه برای مبارزه با کمونیسم به, زو... به, سقوط خودش متجلی انجامید و امروز هم ملک متعی داره ابزاری میشه یه تریگرینگ یه ابزار ماشه‌ای میشه که ممکنه به سقوط جمهوری اسلامی بیان جامعه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی این جنبه از حیات اجتماعی انسان ایرانی رو سرکوب میکنه ولی آقای, آقای آقای گوهردانی واقعا چنین هست یعنی ممکنه این بیان های نوستالژیک زمینه سقوط یک نظام رو فراهم بیاره آیا خود این مردمی که این شعارها رو میدن اینقدر قضیه رو جدی میگیرن آیا نظام حاکم اینقدر قضیه رو جدی میگیره ده. یا اینکه این یک بیان عاطفی و گذراست در یک موقعیت خاصی و بعد از اون دیگه در دیدگاه اسلامی اینا جاهلیت مظهر جاهلیت در دیدگاه فرهنگ فارسی آمیانه اینا مظهر لوتی مسلکی و جوانمردیه مردیه بنابراین این وجه رو که حض شده اون میخواد احیا بشه و این پدیده های اجتماعی پدیده های پیچیده هستند بهشون میگه یه باترفلای افکت داریم یعنی اثر پروانه ای که پدیده های بسیار کوچک میتونه اثرات بزرگ داشته باشن مثلا شما توهین با آقای خمینی در روزنامه اطلاعات خیلی ها معتقدند که این باعث شد که به اثر ماشه‌ای عمل کرد که کل انقلاب اسلامی رو از دلش جوشید. نه اینکه سری انباشت انباشت نارضایتی‌ها وجود داشت که این به صورت عامل ماشه‌ای عمل کرد. در مورد ملک متقی هم همین جوریه یا در مورد اون خواننده‌ای یعنی که میتونه با... در نهایت و این پتانسیل رو داره با... که چنین اثراتی ای ایجاد کنه. اثر... چون ما قدرت پیش بینی نداریم که چه پدیده ای اون اثر ماشه‌ای رو ایفا میکنه. با... این چنین آیه ما وقتی به گذشته برمیگردیم روی کرد و گزینش دل بخواهی داریم کدوم فاکتا رو انتخاب میکنیم و به چه سیاق و روالی اون فاکتا رو مطرح میکنیم اگه بگردیم به داستان 1984 جورج اورول یادمون میفته که یه وزارت حقیقت تو اون جامعه وجود داره که کارش اینه که به طور متداوم و پیوسته اسناد رو روزآمد میکنه تا با سیاست های دائم و تغییر اون حکومت سازگار باشد کاری هم که نوستالژی میکنه همینه یعنی شما برمیگردید به گذشته چیزهایی رو نسبت میدید چیزهایی رو از اون می‌گیرید یعنی گذشته رو معاصر میکنید در اصل نه اون گذشته که بوده همین مثال آقای ملکوتی اتفاقا خیلی مثال جالبیه اون فیلم فارسی یا حتی قیصر نماد چیه نماد طرفداری و ترویج خشونت نماد قانون گریزی گور... نماد اینه که شما تن به قانون نده به طور رأسن و فردی قیام کن و بکش یعنی اصلا یه نماد زن ستیزیه. در این فیلم های فارسی ها قیصر زن یه موجود منفعل دست دو سطح پایینی نسبت به مرد که مرد باید اون رو رسیدگی بکنه حفظ, کنه, کنه زن فقط یا رقاصه و فاهش است یا یه زن خونه داره مرد اما مثلا همین لومپنای فین فارسی هم مشروب میخورن هم آب توبه سره اتفاقا من نمیگم من میگم بعضی از مردم ایران قطعا میخوان به اون فرهنگ به نظر من منحت برگردن اما خیلیشون هم نمیخوان به اون برگردن این فقط نشانه اینه که احساس میکنن تنها همون تنهایی که همچون که در کسی هم که تنهاست به گذشتش برمیگرده و حس نوستالژی میخواد در اصل راه برده غیر مستقیم فقدان حس تعلقه این رو میخوان جبران کنن اما اینطور تجمعاتی به نظر من به, ش... به تنهایی اش مثل کارناواله ما میدونیم که کارناوال میاد امر عادی رو روتین رو که یه امر طاقت فرسا و خسته کننده و گاهی حتی محوه رو برای یه مدت کوتاهی در هم میشکنه بر هم میزنه مثل سوپاپ اطمینان روال عادی و بعد از اون اتفاق بعد از اون شب که میشه تمام برچیده شده این جوامع رخگنی خانش... ناپایدار خانشی آساند. که آقای ثابتی داشته دقیقا همین که من مشکل باش دارم دقیقا همین خانش نقادانه است که با روی کرده هرمونوتیک هرمونوتیک سوء زن هست یعنی شما از بیرون مردم رو به صورت یک سابجکت به صورت موضوع مطالعه میبینید بعد با نگاه علمی از بیرون فتوا صادر میکنید که مردم دارن این مبتزل هست و ای این شاخص ها رو بهش مثلا ضد زن بودن و شاخص های دیگر رو این رو شما به صورت میار رو از بیرون آوردی میار های مدرن و این رو طبق بندی میکنید به صورت منحت فیلم فارسی که دقیقا در روشن وجود داشته من میخوام بگم که این دیدگاه رو شما نمیاد مثلا بزارید باید بذارید فیلم فارسی رو در متن و بدن فرهنگ ایاری تاریخ ایران به جنگ بیاید از دیدگاه مدرن باش برخورد کنید من مشکلی با دیدگاه مدرن ندارم اونم یه زاویه دیده شما میتونید اضافه کنید ولی ابتدا به ساکن باید ببینید که این دو دیدگاه قابل مقایسه نیستن اینقدر معل فارق هستن در این این دقیقاً بحث این کامنسریبیلیتی بحث بحث اینکه اینها با همدیگه قابل مقایسه نیستن شما عناصری دارید با هم مقایسه میکنید که قابل مقایسه نیستن شما تحمیل میکنید یه زاویه دید رو که اقتباس کرد این دنیا دقیقا برای با... که وضعیت امروز ما فرق داره همونطور که یه کسی دوست داره به جنین به دوران جنینی برگرده به آیا این کار قابل تعقیق کسی هم که اگر تازه من نمی نگفتم همه میخوان برگردن به اون دوران میگم حتی خوب... یه فلسفه وجود میخوام بگم که وابستگی عاطفیه و ترد تفکر انتقادی شما اتفاقا برای همون قبلش گفتم که این حال ما اگر بده که بده قبول دارم نتیجه همون گذشته است یعنی همون فرهنگ خشونت پرور همون فرهنگی که هم مشروب بخور هم زن فاه، سراغ فاهش همون فرهنگی که بر علیه قانون قیام کن همون فرهنگی که مذهب خرافاتی داشته که... به انقلاب برای, انجام برای میده بیننده هایی که فیلم رو نایدن وقتی میگید قانون شکنی و قیام علیه قانون منظورتون اینه که قیصر و داداشش فرمان به جای اینکه به قانون استناد کنن و ارجاع کنن اومدن قانون رو دست خودشون گرف، گرفتن و خواستن ناموسشون و با بی همون, همون, فرهنگ اجزب... جمهوری اسلام انقلاب اسلامی وجود و اتفاق نقطه... بر به وجود آورد اتفاقا یعنی ما برمیگردیم به گذشته ای که امروزمون رو ساخته یه فلسفه اونجا وجود داره فلسفه ایاری این فلسفه میگه می بخور منبر به سوزان مردم آزاری مکن خب این فلسفه در مقابل فلسفه توی فیلم فارسی خیلی قویه خیلی قویه این فلسفه این فلسفه بعضی هم شما میتونید بعد فاخرش رو در حافظ هم ببینی که میخارگی رو میخواد جمع کنه با فرهنگی که زوب بشی در یک آرمان و بزرگتر در خداوند در عشق آرمانی ولی اینا رو با هم میخواد جمع کنه این جمع کردن این اناسور بیگانه با هم دیگه این غیر قابل م... شما مقاومت کنید در مقابل عناصر بیگانه با هم دیگه با هم جمع میشن فقط گاهی در بعضی فرهنگ ها این عناصر میتونه ترکیب های بهینه رو فراهم کنه که مردم خریدار باشن و با ثبات میشه در بعضی ها مظهر بی ثباتی میشه در ایران این نگاه حافظ و نگاه ایارانه مظهر بی ثباتی در ایران شده و اینکه با نگاه فقی در تعارض قرار میگیره و با نگاه مدرن در تعارض قرار میگیره نسلجی در واقع خواستگاهش عاطفه است دیگه این شما وقتی که شیرینی یه چیزی در گذشته به خاطر میاری اینکه تفکر انتقادی توش نیست خود همین باعث نمیشه که این بشه زمینه مناسبی برای ها برای عوام فریبا؟ اولا مفهوم پاپولیزم در مورد ایران که خی خیلی کاربرد داره به نظر من هیچ کاربردی نداره ولی اینکه عاطفه است و نه تفکر انتقادی به گفته ایشون گذشته رو نقد نمیکنه بلکه گزینشی یه چیزایی که خاطره شیرین ایجاد میکنه رو میاد بر می گذینه. یا همون چیزی که هواشی دیگه هم داشته رو اون هواشی رو کنار میگذاره و اون کنه شیرینش رو فقط چسبه خود همین باعث نمیشه این که بحث این بحث یه آنشتن یه جمله خیلی مشهور داره میگه علم ادامه تفکر انسان متعارفه این خیلی جمله مهم ما دو تا نگاه انزمامی و انتظایی که ایشون اشاره کردن این جزء اجتناب ناپذیر تفکر انسانیه یعنی ما هم، همیشه همچه در علم چه در زندگی روزمره تفکر انتظایی داریم که در تفکر دکارتی هست کاگیتو یا کاگیتو هست خب و هم تفکر انزمامی یعنی در متن یک واقعیت گسترده تر نگاه میکنیم کنیم خب. پدیده دو این دوتا با همدیگه ما باید ترکیب کنیم این دوتا رو و اون بحث اینکه شما نمادهای نستالژی جمعی رو که میبینید یک بار میتونید اینو به صورت رویکرد نقادانه برخورد کنید بگی اینها مظهر انحطاط انسان ایرانیه یک بار دیگه نه جدی میگیریم میگی این شاخصیه برای من سمبولیه سیمتومیه سیگنالیه و اینکه نشون میده یک کمبود بنیادی رو در اون پکیجی که در بسته‌ای که به انسان ایرانی داره ارزی میشه اینو ما باید جدی بگیریم اوکی؟ و اون عاطفه هم نقش با تفکر در تفکر مدرن عاطفه با و احساسی که از عناصر اصلی تفکره یعنی شما بدون عاطفه و احساس هیچ وقت تفکر امکان پذیر نیست اون تفکر دکارتی در اینجا با آقای دوسته، کاملا موافقم که نشان کمبود و خلا و بحران جواب رو در آرمان شهر بودن میبینم نه در نوستال چون که انزمامی هم که نگاه وقتی کنی... میگی جواب رو در آرمان شهر میبینه و نه در... خیال... من ما اینه که نوستالژی به آینده فکر نمیکنه نمی طرحی برای آینده نداره همین بلی... که شما میگی عاطفیه گذشته رو مقدس میکنه یعنی الان این انتقادی که من کردم رو بسیاری از بینندگان خوششون نمیاد میگن که چرا به مظهر فیلم فارسی که ما دوست داریم توهین شد یعنی من اینو میدونم به خاطر اینکه شما وقتی که میگم گذی... روی کرده عاطفی دارید منظورم اینه که نمیذارید اون روی اون گذشته نقد بشه این دیوار فوق العاده قطوری که شما بین عاطفه و فکر میکشید این قابل بحث ها بله یعنی... من که عاطفه کدوم عاطفه مارتانوس کتاب حجیم نوشته راجع به چرا عشق برای عدالت اهمیت دارد بله. اتفاقا اونجا داره نشون میده عاطفه عشق اگر شما میارید مثل گاندی و مندلا بسیار خوب اتفاقا میگه ایشون بیارید که به عدالت اجتماعی نزدیکتر بشید اما نفرت شما میارید یعنی وقتی یک آگذشته ای رو درست میکنید ایدئالی هر چیزی رو که در تقابل اون گذشته یا در تقابل با گروه شما قرار بگیره این رو تبدیل میدونم کسایی که اون شعار دادن چنین کاری بخوان بکنن نه. چرا فعید. کسایی که اون شعار میده نمیگم همشون من باز که نمیتونم بگم اون ادعی که اونطوری نگاه میکنن که میگن انتقاد نکشه از اون دوره آه. دقیقا میگن پس تو... کسی که انتقاد میکنه خصم ما و آریایی نیست و ایرانی نیست و دو تا نکته اصلی وجود داره بحث های ثابتی که به نظر من یک سری اقتشاش های فکری در بین روشن ما ایجاد کرده که این مظهر اون اختشاش های ساله ای انسان ایرانیه یکیش مفهوم آرمانگراییه یکیش مفهوم همبستگی جمعی از من از دومی شروع میکنم مفهوم نیشن هود مفهوم ملی بودن مفهومی که کاملا مفهوم مدرنه یعنی مدرنیته آورده این رو مدرنیته خب. از همه خواسته شما باید عضو یک جمعی باشی به اسم ملت خب یعنی اگه شما بی ملت هویت ملی نداشته باشی آواره میشه. آ... خب، اصلا به, بحث, رو به بحر. بحث اینه که شما با ساختن این هویت ملی عناصر خب. مختلفی با هم رقابت میکنن یعنی عناصر قبل ما قبل مدل و اینکه خود مدرنیته فقط خب، تقاضا ایجاد میکنه ارزه نمیتونه بکنین. عناصر عرض... ما قبل مدرن در ایران ما عناصر ایران گرایانه هستن شاهنامه است بله و بله فرهنگ عیاری هست فرهنگ اسطوره و عناصر اسلامی و عناصر اسلامی و اناصر مدرن هم هست عناصر مدرن آینده گراست عناصر دو تا عنصر دیگه گذشته گراست بنابراین اینا اجتناب ناپذیر اینا باید با هم دیگه رقابت کنند در یک ف... در یک و شما از بیرون نمیتونید داوری کنید یه ایده رو منحت بدونی و یه ایده رو چون ترکیب ترکیب میخارگی با آدم آدم نیازاری این ترکیب مثلا در غرب امکان پذیره شما میتونید هم میخاره باشی و آدمم هم نیازاری ولی در ایران امکان پذیر نیست در, ایران در میان مردم هست البته اینه که نه در سبک زندگی زن رو عادی شما وقتی در در... در نظام رسمی نیست زن رو موجود ضعیفتر پس در از مرد میدونید وقتی که خشونت رو ترویج می کنید مسلمه که من این رو منحت میدونم به هر حال شما یه مفهوم جمعی دارید خب این مفهوم جمعی رو باید با عناصر مختلف بسازید. این عناصر با همدیگه رقابت میکنند و شما به صورت یک مشارکت کننده باید در این ماجرا وارد میدان بشید نه به صورت داور نهایی. بله. آقای ثابتی یک نقد دیگه به نگاه شما هست که آقای گوهردانی بیان نکرده ولی من از یک تحلیلگر سیاسی این رو در شبکه اجتماعی خوندم این تلگرس سیاسی می‌نوشت فارغ از اینکه گذشته شعار قیصر کجایی مردم رو کشتن چیه؟ ارجاعش به چیه؟ فارغ از همه اینها در لحظه این یک حربه سیاسی خوبه برای بیان اعتراض اعتراض نسبت به چیزی که شخصی که اونجا هست ازش محروم شده هم ناصر ملک مطیعی هم بسته ای که با ناصر ملک مطیعی به خاطرش میرسه و چیزی که میتونه هربه خوبی باشه برای بیان اعتراض در اون لحظه این کارکرد مفیدیه اگر شما بیشتر این رو به ممکنه اینجوری بگی که در اون لحظه این شعار در میان اون گروهی که تشییع میکنن جنازه ناصر ملک مطیرو رو این یک همبستگی ایجاد میکنه بل همبست... شما اشاره میکنید که در نسلجی هیچ طرحی براینده نیست ولی خود همبستگی میتونه زمینه طرح خواست ها برای آینده باشه اول باید یه ای همبستگی ایجاد بشه بعد راجع به آینده فکر بشه و چون این همبستگی رو در اون لحظه این ایجاد میکنه میتونه مفید دو باشه دو از نظر سیاسی یکی که همبستگی که این موارد ایجاد میکنه در اکثر موارد ناپایداره چیزی که بهش در جامع جامعه شناسی میگن جامعه رختکنی یعنی شما مثل همینطور که میرید تئاتر یا مثلا اپرا در اتاق رختکن همه این کاپشن و کتشون آویزون میکنن تا مدتی که این نمایش برقراره اینا همه با هم هستن بعد همه میان کتشون رو میپوشن و میرن این جامعه در همین دو سه ساعت دوم میاره کمانی که ما میبینیم در شبکه‌های اجتماعی اعتراض به رقص بازجویی و اعتراف گیری از فلان خانم جوان هست این برای یه هفته دوام داره این همسی از خیلی از حرکت هفته ها، خیلی یعنی از انگیزش های مدنی همینه میان و میرن ولی پس فردا در شکل دیگه خودشون رو نشون میدن ولی یه تداوم این... هم... نداره ولی نکته دومم که میخوام بگم اتفاق خیلی مهمه همبستگی همینو گفتم که دوره ملیگرای گذشته ما همیشه یاد گرفتیم وحدت خودمون رو در تقابل و تضاد با دیگری با دشمن همون نظریه هانتینگتون که واقعی متاسفانه بسازیم یعنی حتی سیاست امروز نه نت... فقط برای پیشبرد منافع اون گروه نیست برای تعریف هویتشونه ما یاد ن... باید یاد بگیریم که همبستگیمون رو برای اولین بار در تاریخ بشر به خاطر همپیوستگی جهانی که داریم بدون ایجاد زدیت با دیگری بسازیم این همبستگی که در این که... شعار زدیت با دیگری یعنی زدیت با کسایی که ملک مطیعی رو تحریم کردن و این واقعیت روزمره ایران تحریم ملک مطیعی نه کسای این میدن... خودشو این شعار... کسایی که این شعار میگن یعنی میگن دوران پهلوی شما حق نداری انتقاب... انتقاد کنی دوران رو بسیار خوبی بود اون دهنده ها بله یعنی نمیگم همشون که باز در شبک های مش اجتماعی بخoze در خارج کشور نشستن چنین میکنن اون شواردندا احتمالاً شواردندام اکثرا همین حالت نوستالژی دیگه چون تفکر انتزاعی از گذشته فقط اون قسمتی که براشون جذاب رو به یاد میارن بقیه چیزهای ناخوشایندش رو به یاد نمیارن بله. من نمیگم ای... که گذشته از ای... نظر گوهردنی... بد... بهتر نبوده بله. بوده اما آه ای... راهش آه ای... اون نیست آقای گاردنی شما به این بخش به این بخش جواب ندادید به این بخش از انتقادهای آقای ثابتی که نوستالژیا یا نوستالژی یا خیلی تو فارسی من دیدم نوشتن دریغ پنداشت مم. هر معادلی که به کار بریم این به هر حال واقعیت اون که در گذشته بوده نیست بلکه یک تصویری از گذشته است و بسیار گزینشیه و در این گزینشها ها غالبا یک دستی در یه مکانیسمی در کاره به این ترتیب همیشه نوستالژی دستکاری گذشته است بحث اساسی من اینه که همینجوری که مطالعات روانشناختی نشون میده که این نقش حافظه فردی ماست بله؟ حافظه گوهر تراشی میکنه این نتراشدگی ها های تجربه عینی انزمامی گذشته رو اجزاء ناخواستش رو حذف میکنه و یک اونو تبدیل میکنه به یک گوهری برای خودش شما باید این نقش رو جدی بگیرید همچنان که شما میری چای میخورید با اینکه درد هاتون الدیام ببخشه یا ایده الکل میخورن ایده مواد مخدر مصرف میکنن اینکه این, ای سایکودلیک تو روانشناسی بحث هست که این روانگر التیام بخشه عناصر روانگرایانه یا یعنی واژه فارسیش روانگردان 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 ها روی کرده به روانگردان ها نشان دهنده نیاز انسان به التیام دردهای های عینی و آنی ما این یک فانکشن یک روی کار کرده این بنابراین استنام ناپذیر شما حذفش نمیتونید با نمیتونید بجنگی این اینم برمیگرده به متناهی بودن انسان به اینکه بله. ناهایتن بعد،, بعد شما میتونید اینو به عنوان یه عنصری استفاده کنید که با گذشته پیوند پیدا کنه و یه تعمل عمیق‌تر بکنید درک انضمامی بدید از چه چرا اون پدیده دیروز چجوری بوده؟ پدیده امروز چجوریه؟ یا این تبدیل میتونه بشه به, پد... به یک مخدر که شما رو از تفکر باز بداره اون موقع برای بله. تبدیل میشه به یک پدیده منفی من یه تفاوتی بین آقای گوهردانی و شما آقای ثابتی در نگاه به گذشته میبینم به نظر میاد نگاه شما به تاریخ یک نگاه خطیه که در این حرکت خطی گذشته دور انداخته میشه و باید به با آینده فکر کرد نگاه آقای گوهردانی متفاوته چنین خطی نمیبینه برداشتم درست من سیر اجتماعی رو بله بدو... نه اینکه گسست نیست اما اینکه ما از دیویس هزار سال پیش از میلاد که این هوموساپین انسان من به وجود اومده تو گروه های شکارچی و کوچیک صد نفره زندگی می بعد این وحدتش رسیده به قبیله بعد مثلا به شهرهای بزرگ بعد به کشور الان میگم بله ما به مرحله ای هستیم که باید وحدت کل دنیا رو بهش برسیم به, به این معنی بله ما به وحدت به پیشرفت خطی این شما پیشرفت خطی, خطی در, در تاریخ بر... میبینید ولی نکته که من میگم این هست ما به چیزی که نمیبینیم امید میبندیم من اگه میبینم این جلم یه کوهیه که دیگه نمیتونم امید بار با... با باشم که کوه است از کوه میرم بالا به این امید که باز اون جا یک منظره بهتری یعنی این... امید در ما مرده این... باید امید با... رو احیا این نگاه, نگاه, نگاه خطیب تاریخ یه پیامدهایی داره یکی از پیامداش اینه که همجوری گفتم شما منتقد هستید گذشته رو باید دور انداخت نمیگم باید دور انداخت عناصری باید ازش ولی شما میتونید عناصری رو گزینش کنید تفکر انتقادی اگه وابستگی عاطفی دارید به گذشته نمیذارید اون گذشته نقد بشه همیشه وابستگی عاطفی به گذشته هست خب نمیتونید وابستگی عاطفی به گذشته را نداشته باشید شاعر میگه با پاهای کودکی هم میدویدم دیگه درونی تر از شعر برای بیان اون چه که در درون انسان ها هست چی هست وقتی شاعر اینو میگه یعنی انسان در هر حال میخواد بگذشته هست. به گذشته برگرده یک عاطفه است به شرطی که اجازه منظورم تعصب با وابستگی فرق داره این تعصب یه داربستیه یه ظرفیه مهم نیست توش تعصب یعنی دین یا ملیت یا یک سلسله ای مهم اینه که تعصب انسان نداشته باشه از اون الگو بره بیرون من مثلا مثال میزنم کشور کناری ما ترکیه الان همش بحث احیا نوستالژی دوران خلافت عثمانی دارن خود اردوغان خودش هی با سلطان عبدالحمید دوم مقایسه میکنه در صورتی که تاریخ نشون میده اتفاقا ضعیف ترین پادشاه عثمانی و مستبد و متعجب بوده ولی اینا میگن خیلی های. عالی بوده نمیشم این انتقاد نگاه من خیلی باش مشکل دارم نگاه واقعا متاسفانه باعث همون منازعات و خشونتی که ایشون میخواد ازش اجتناب کنه این نگاه خشونت آمیزه چرا؟ به اینکه شما گرایش اردوگان رو به عثمانیت جدی نمیگیرید میگید خب نیا که این عناصر زشت و پلید در دوران عثمانی بوده و بازگشت تو به اون دوران معنا نمیده همچنان که انسان امروز مدرنی امروز ممکنه بخواد عناصری رو از انقلاب فرانسه الهام بگیرید بعد شما بگیرید دوران ترور رو بعد از انقلاب فرانسه و خود دوران انقلاب فرانسه اینو تبدیل به یه پدیده بسیار وحشتناک میکنه که هیچ منبع الهام بخش نیست در حالی که اینجوری نیست یعنی ها هزار نفر رو زندان انداخته بیهوا که معلومه که داره, داره چیکار میکنه اون عنصر اساسی رو عنصر حضور و مردم در حیات اجتماعیشون رو و عنصر برابری آزادی و برادری رو مطرح کرد این آرمان های بسیار بزرگ تاریخ انسانی رو من اونجا در مورد اردوغان, اردوغان در, مورد اردوغان در مورد اردوغان هم همینجوریه در مورد اردوغان هویت قومی ملی ترک ها رو اونجا به صورت قومی که تمدن ساز هستند فارغ از اینکه اونها خیلی خشونت های عدیده بود بله امجرد... ولی در تضاد با کردها و در تضاد با کفار با بحشی دار. بحشی دار. من الان مثال براتون مدرنیته با خودش جنگ جهانی اول و دوم آورده پس و امپریالیسم آورده و انواز. الان هم داره میلیتریزم آورده که داره از برای سلام بر اساس ملی گرایی که اتفاقا من اونو نقد شدید اساسی من اینه که هر نظام حقیقتی یک کتاب سفید داره یک کتاب سیاه که شما نمیتونید به کمک کتاب س... سیاهش نقد کنی کتاب سفیدشون رو بگیرید بگیری باید ببینی که عناصر اسلام گرایی چی هست چه, چه منبع الهامیت چرا مردم دوست دارن اسلام رو راه نمی خب مردم خر اولا سوار میشدن ول کردن ماشین سوار میشن چرا اسلام رو راه نمیکنه؟ خب این بحث من اینکه که اقلانیت رهایی بخش هست در اسلام در مقابل ترس از مرگ در روانشناسی مطرحه این مدرنیتی در مقابل ترس از مرگ کاری نمیتونه بکنه خب اینجا هست که مذهب میاد و شما رو رح... مذهب مساقش در ایران بل. اسلام من میگم به امید و آرمان شهر یعنی اینکه ما دنبال این هستیم که افقهای جدیدی رو ببینیم اسکار وایل میگه که ما ملوان ها به جستجوی سرزمین های پر از طلا و نقره ولی وقتی اونجا رو پیدا میکنن بعد از یه مدتی که اونجا میاسایند دوباره بادبان ها رو برمی و به افقهای دورتر چشم میدوزن اما انسان مدرن چون نتونسته اون سرزمینه خوشبختی و سعادت و آرمان شهر تامس رو پیدا بکنه میگه حالا که همه چیز شکست خوردم حداقل برگردم به اون چیزی که پام رو زمین سفت بوده یعنی امنیت و آزادی اینجا با هم در تضاد مشکل آی ثابتی مشکل که شما در هر حقیقت نابی که معرفی میکنید بلافاصله این تبدیل میتونه به زشت به ضد خودش بشه این بحثی خانم نازبام رو که ایشون مطرح میکنه مارتین آره اه... مطرح میکنه ایشون به, به اسم فرجیلیتی اف گودنس مطرح میکنه یعنی شکنندگی حقیقت شکنندگی هر حقیقتی تبدیل به ضد خودش میشه شما علم رو نگاه کنید از دل علم بمب اتم در اومده از دل علم میلیتاریسم امروزی در میاد از دل نوستالژی هم شما میتونید یه نوع انحطاط و تعصب افرادی در بیارید بذارید اون صحبتی که آقای ثابتی در مورد آرمان شرم میکنن رو به گفته خودشون یه مقدار انزما در مورد ایران اگر صحبت کنیم آیا این همه بازگشت به گذشته چون ما فقط در مورد شعار قیصر کجای مردم و کشتن که حرف نمیزنیم اون یک مثاله این همه تصاویری که داره میاد از دوران پادشاهی و بعضی از رسانه های خارج کشور هم مدام این رو نشون میدن و خیلی چیزهای دیگه که با این میاد این رو آیا نمیشه ناشی از فقدان تخیل سیاسی پنداشت به این معنی که مردمی که این همه به گذشته برمیگردن میرن پاسارگاد چنین شعاری میدن و خیلی از مثال های دیگه که میشه از اینها در مورد آینده از تخیل سیاسی استفاده نمی کنند. البته وقتی میگیم مردم منظور اون نخبگانشون هم هست دیگه منظور اون مردم به معنی ملتی است خب ما تخیل سیاسی نداریم برای اینکه به این انصداد سیاسی یک جواب قانع کننده بدیم که خودمون رو قانع کنه و هم میهنانمون رو در اینجا مدام به بر میگردیم. عقب برمیگردیم در واقع به یک حوزه ای برمیگردیم که به اون گرما میده ولی به گفته ایشون گذراست این فقدان تخیل سیاسی به این معنا یکی از زمینه های گسترش نوستالژی نیست دقیقا هست ولی مشکل اساسی همینه که این فقدان این تخیل سیاسی رو ما باید خودش رو دوباره متغیری که باید توضیح بدیم که چرا در ایرانی ها دوچار این بله آقای ثابتی هم در این زمینه حرف نداشته باشه یعنی ایشون هم چون گفتید جدی باید گرفت نسلجی، ایشون هم جدی میگیره منتها جدی میگیره و نقد میکنه شما بره. جدی میگیرید و مفاهمه میکنید به عبارتی دفعی. سعی میکنید بفهمید اما این دوتا تا و جمع نیست تا نگاه شما به ایشون و جمع بودنش ایشون دیدگاه نقادانه تفکر انتقادی داره و مشکل ما من... تلاش برای فهمش فکر آره، کنید بدون تفکر ب... بعد ببعت... این مشکل ما میشه گفت شما هم سعی میکنید بفهمید بدون تلاش برای نقدش نه این نه دو من, میگم دو... من, من میفهمم ایشون در چارچوب تفکر مدرن میگه که ما باید آیندگرا باشیم از بازگشت به گذشته باید ببینیم مشکلات جدی ایران امروز چیه به جای اینکه اینها رو عناصر ارتجاعی گذشته رو که درش خشونت هم هست علی زن و فلان من کاملا میفهمم موضع ایشون رو و در یه مقطعی هم من مثل ایشون فکر میکردم ولی من فکر میکنم که شما پیش از اینکه این نگاه رو داشته باشید که از بیرون پدیدر در نقد بکنیم به کمک میارهای خودتون ما چون ایران در وضعیت بین سنجش ناپذیری بینا ب... و بینابینی هستیم معیارهای اسلامگرایانه، ایرانگرایانه ایران گرایانه و مدرن متفاوتی داریم به ارزی بله این رو گفتید ولی من برمیگردم به سوالی که پرسیدم آیا شیوع نوستالژی و گیرایی نوستالژی ناشی از فقدان تخیل سیاسی نیست شما گفتید بله چنینه ولی اون وقت سوال تبدیل به این میشه که به این معنا قوت خوردن در نوستالژی باز هم فراموشی این فقدان تخیل سیاسی در نتیجهش ثبات وضع موجود خواهد بود دیگه یعنی شما مدام قوطه میخوری در نوستالژی بدون اینکه به این فکر کنید که خب من از تخیل سیاسی استفاده کنم برای اینکه ببینم چه طرحی در اندازم این بحث من به صورت این مفتوط مفهوم عرضه و تقاضا نگاه کردم گفتم چه این نستالژی که شما می‌بینید در رفتار و انسان مردم ایرانی که میرن به پاسارگاد فلان این بوده تقاضاست یعنی مردم دارن به شما الیتشون به اونایی که اهل تفکرن اهل اندیشمند که... دارن سیگنال میده علامت میفرستن اون چیزی که ما میخوایم نمیخوام از هویت اسلامیمون گسسته بشیم نمیخوام از هویت ایرانیمون گسسته بشیم نمیخوام از هویت میخوام من... می شماها به ما یه ملغمه ای ارائه بدید که در این, مل... این قمه عناصر فاخر و آمیانه هر سه تا این مجموعه بتونن در کنار هم خب میشه اینجوری به این ترتیب گفت آقای ثابتی و این مهمه که در نوستالژی برخلاف اون چه که شما میگید مردم دارن میگن که ما اتفاقا چنین طرحی میخوایم طرحی که جامع باشه به این معنا که عناصر هویتی مختلف ایرانی رو به قولیشون فاخر و آمیانه و در جای دیگه گفتن پیش و پس از اسلام و اسلامی اینها درش وجود داشته باشه و هیچ کدوم از اینها انکار نشه و این پیامی است که نوستالژی برای آینده میده به این ترتیب به در نگاه ایشون حداقل میتونه راهگشا باشه من همچنان فکر میکنم نستالژی یعنی فرسودگی قوه خیال یعنی ما باید خیال و رویا در سر بپرورونیم که به زندگیمون غنا و معنا بدیم کسی که نمیتونه این خیال و معنا رو در سر بپرورونه نمیتونه رو طراحی بکنه حالا روشنفکران اگر که بخوان هم میشه داستان انقلاب اسلامی که روشنفکران هم به صف توده ها بپیوندند و همون کار اشتباه توده ها رو روشن هم انجام بدن اتفاقا روشن اگر واقعا روشن باید بیاد نتیجه فهم خودش رو ولو اینکه مخالف این فهمش در تضاد باشه با احساس عاطفی که اکثریت جامعه ارائه بده یعنی روشن بگه که ما نه اینکه کاملا گذشته رو دور بندازیم اما باید یک طرح و نقشه ای برای آینده داشته باشیم این دوران فترت هستیم ما من قبول دارم دو یعنی دوره هست که نظم قدیمی فرو پاشیده یا کار نمیکنه به نظام موجود زندگی اجتماعی موجود رو نمیتونه سازمان بده اما نظم جدیدی هم یا سر بر نیار یا طراحی نشده اما کی باید اون نظم رو به وجود بیاره اگر ما هر روز بگیم آلترناتیوی نداریم این شعاری که همش میدن ما تا آخر آلترناتیوی پیدا نمی کن. اما اگر بگیم چه شده چه رویه هایی چه ساختارهایی سبب شده که وضعیت فعلی ما دوام بیاره و آلترناتیوی نداشته باشیم اون وقت میتونیم آلترناتیو پیدا کنیم اساسیه به نظر من که این نستالژی رو ما جدی نمیگیریم به صورت یه عامل الهام بخش برای کارآفرینی فکری خب شما نیاز مردم رو باید جدی بگیرید نیا... مردم همینجوری که احتیاج دارن به کار به اشتغال نیاز فرهنگی چون انسان ایرانی هستن انسان زبان فارسی دارن فرهنگ ایاری درشون موج میزنه در اشعار فارسی بهشون تزریق میشه از... شما باید اینو جدی بگیرید به جای اینکه از بیرون نقدش کنید و آینده ای که میسازی پکیجی باید باشه که درش مدرنیتی وجود داشته باشه اسلام وجود داشته باشه به این با. ایرانی شما میگید انسان ایرانی و آیه ثابتی هم مدام در حوزه یک آلترناتیو ملی صحبت میکنن به هر دوی اینها یه نقد وارده شاید در واقع این نقد به مقدمه من هم وارد باشه به این شکل و بر همین اساس که نوستالژی رو در چارچوب ملی می مقایسه میکنیم و بررسی میکنیم و تجزیه و تحلیل میکنیم در صورتی که یک کسی که مقدار دقیق تر ممکنه به قضیه نگاه کنه بگه که نسلجی معمولا در سطح نسلی در سطح طبقاتی و در سطوح پایین تر از سطح ملی عمل میکنه بذارید مثال براتون بزنم منی که دهه ۶۰ رشد کردم البته قبل از دهه به دنیا اومدم خیلی پیش از اون اما دهه شست برام نستلژیکه چیزهای رو به ذهن میارم که برای کسی که دهه شست دیگه از دانشگاه فارغ و تحصیل شده بود معنی نمیده یا اون کسی که میگه قیصر کجای مردم کشتن کسیه که در نوجوانی یا جوانی فیلم قیصر رو دیده و عاطفش با اون پیوند میخوره و همه مردم نیستن که میگن قیصر کجای مردم رو کشتن یا اگر مثلا بود طبقاتیش رو بخوایم نگاه کنیم خیلی ها میگن وقتی که شمال میرفتیم شمال ساخت و ساز کم بود و به راحتی دسترسی به دریا بود همه که نمیتونستن برن وقتی که میگیم وقتی منظور اون پیش از انقلاب شاید ولی اون موقع همه که نمیتونستن بنابراین باز هم این نوستالژی طبقاتیه به این ترتیب آیا نوستالژی نه ملی بلکه طبقاتی و نسلی بیشتر من همین میخوام بگم میخوام می می بگم نوستالژی اتفاقا همبستگی ایجاد نمیکنه به دلیل اینکه ها وقتی میگن که دهه دوران طلایی امام برای اونها که در قدرت بودن دوران طلایی امامه برای اتفاقا من فردی که در خانواده‌ام اعدام شدن زندانی شدن مصادره اموال شدن که Okay. <laughs> دوران آلمان نازی دوران طلای امام نیست که برای اونها نوستالژی مثبت برای من منفیه ما یک سری شباهت های خانوادگی بین ایرانی ها و طبقات نسل های مختلف وجود داره که این شباهت های خانوادگی برمیگرده ب... به اسلام و ایرانی زبان و فارسی و به تعلقشون به مدرنیته یعنی میخواد بگید نوستالژی در حوزه ملی کارکرد داره و چنین نیست که فقط نسلی هم اگر داشته باشه شما اگه ترجمه کنی عناصرش رو باز هم برمیگرده به را اسلام و ایران و مدرنیته حتی اگه ظهورات نسلی داشت مثل نسل جوانی چیزی رو نوستالژی داشته باشه که نسل پیر فرق میکنه ولی باز هم شما عناصرش رو درش مطالعه و مداقه کنی میبینی عناصری که نهایتا برمیگرده و چه اشتراک های جمعی پیدا میکنه بسیار عالی خیلی ممنونم به آخر بحث این هفته میرسیم تشکر که پایین بحث نشستید و تشکر از مهمان های برنامه عرفان ثابتی و فرهاد گوهردانی در روزهای شنبه چندین ساعت زودتر از اولین پخش تلویزیونی پرگار این برنامه را رو روی یوتیوب منتشر میکنه به این ترتیب اگر مایل به دیدن پرگار در یوتیوب هستید میتونید زودتر از دیگران این برنامه رو ببینید هم پرگار یوتیوبی و هم پادکست یا نسخه شنیداری این بحث در وبسایت بی بی سی فارسی قابل دریافت پادکست در کانال تلگرام بخش فارسی هم منتشر میشه و چند دقیقه بعد از خاموش شدن این دوربین ها چند دقیقی صحبت خیلی خودمونی پادکستی داریم و جدای از اینا شب و روز بر همه شما خوش